خب دوستان عزیز، تو این قسمت از برنامه نوبت میرسه به گزارشی از فضای مجازی که احسان رحمانی ارائه میده. سلام احسان، خوش اومدید. سلام مسعود و خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دارید. گزارش کوتاهی داریم از شبکه‌های اجتماعی. خیلی ممنون، بفرمایید. اگر خورشید را در دست راستمان بگذارند و ماه را در دست چپمان، هرگز از این انقلاب دست نخواهیم کشید. این جمله‌ای هست که یکی از تظاهر کنندگان بلوچ، یک نوجوان بلوچ، بر روی یک پلاکارد نوشته و در دست داشت. کاربری در رابطه با همین پلاکارد می نویسه: هموطنان بلوچ ما از جمله آگاه ترین قیام کنندگان هستند. سخنرانی ها، ویدیوها، پلاکارد ها و شعارهایشان برای تمام ایران آگاهی بخش و انگیزاننده است. هموطن بلوچ دیگری در تظاهرات یک پلاکارد در دست داشت که سوژه اظهار نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. یکی از کاربران با انتشار عکسی از این پلاکارد می‌نویسه: این جمله آدمی را به یاد فیلم اسب کهر را بنگر می‌اندازد. اگر خواستی سرزمینت را آزاد کنی، 10 گلوله در تفنگت بگذار که 9 گلوله را برای خائنین و مخبرین و تنها 1 گلوله برای دشمنان کافی است. طرحی در فضای مجازی منتشر شد که کیان پیرفلک رو نشون میده در حالی که دست حمید رضا روحی از شهیدان قیام رو در دست داره. کاربری با انتشار پوستر این طرح می نویسه: یکی دهه 90 به دنیا آمده بود و یکی 80. هر دو برای ایران رفتند. هر دو لبخند بر لب داشتند و هر دو دوست داشتند ایران آزاد و زیبا باشد. و اما کلیپی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مراسم سوگواری برای طاهر عزیزی، شهید سرافراز قیام، که در این کلیپ می‌بینیم مادر طاهر عزیزی یک لالایی رو برای فرزندش بر سر مزار او می‌خونه. این کلیپ رو که از کلیپ‌های پرتکرار شبکه‌های اجتماعی بوده با هم ببینیم. بله، با درود به این شهید سرافراز قیام و با آرزوی صبر و شکیبایی برای مادر این شهید، از کردستان میریم به تبریز قهرمان، جایی که هموطنان ترک ما با آماده کردن بسته های دارو همبستگی خودشون رو اعلام می کنند و این بسته های دارو رو قراره برای کردستان مجروح بفرستند. با هم ببینیم این کلیپ رو. نام خداوند رنگین کمان، خداوند مهسا، نیکا و حدیث و کیان، خدای خدانور و آیلار و حمید، خداوند پویا، خدای نوید. امروز جمعه 4 آذر 1401، اینجا تبریزه. ما جوانان انقلابی این داروها را برای خواهر و برادران کردمان آماده کرده ایم. پیام ما به حکومت ضحاک این است که ما همه در کنار هم تا لحظه آزادی ایستاده ایم. فقط 20 قدم تا پیروزی. بله، بسیار زیبا. با هم از کردستان، از تبریز دوباره برمیگردیم به کردستان، جایی که تصویری از یک دختر کرد منتشر شده که در خیابان‌های پرنبرد و پرخیزش و قیام ایستاده و دست تکون میده برای انقلابیون، گویا که داره به تصویر ایران آینده و زیبا و آباد نگاه میکنه. با هم ببینیم این فیلم رو. کردستان عشق دیده و اما
آخرین کلیپ از کلیپ‌های پربازدید و پرتکرار در شبکه‌های اجتماعی کلیپی است از دانشجویان دانشگاه اصفهان، دانشجویان که به صورت رودی خروشان در حال حرکت هستند و خشم و اعتراضشون رو نسبت به این حکومت نشون میدن. کاربری با انتشار این کلیپ می‌نویسه: چقدر از ما کشتند و زندانی کردند، چقدر با ساچمه چشم کور کردند، چقدر اینترنت رو قطع کردند، چقدر توپ و تانک فرستادند، دیروز حتی رقصیدند و شیرینی پخش کردند. اما این دانشگاه صنعتی اصفهان است امروز 5 آذر. بگذارید کمی اشک بریزم برای این همه شجاعت. با هم ببینیم این کلیپ رو. بله مسعود، این بود گزارش ما از شبکه‌های اجتماعی و ممنونم از فرصتی که به من دادیم. ما از تو ممنونیم احسان. واقعا در یک برنامه بسیار فشرده و کوتاه جغرافیای انقلاب ایران رو از سیستان و بلوچستان تا کردستان تا آذربایجان و خلاصه تهران و همینطور ایزه و در آخر اصفهان و سیل خروشان دانشجویان رو با این برنامه فشرده نشون دادی. خیلی ممنون از حضورت. امیدواریم برنامه دیگه بازم از حضورت استفاده کنیم.